در آستانه دهه فاطمیه مجالس عزاداری در سرتاسر جهان برقرار شده است و این روزها عتبات حسینیه ها و مراکز فرهنگی دنیا شاهد سوگواری برای حضرت صدیقه طاهره است. بر همین اساس حرم های مطهر ائمه اطهار سلام الله علیهم در عراق با پرچم سیاه رنگ و پارچه نوشته های مشکی رنگ سیاه پوش گردیده و مراسم مختلف سخنرانی و عزاداری توسط آستان های مقدس در شهرهای مختلف عراق برگزار خواهد شد. به همین مناسبت همچنین مجلس عزاداری و سوگواری در بیت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم برقرار است و همچنین دفاتر و مراکز وابسته به آیت الله العظما شیرازی نیز میزبان عزاداران و محبان اهل بیت علیهم السلام در سرتاسر جهان است. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. 13 جمادی الاول بر اساس برخی از روایات 75 روز پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. به همین مناسبت 10 تا 19 جمادی الاول به عنوان دهه فاطمیه نامگذاری گردیده است. پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، حوادث دردناکی برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رخ داد و در نهایت منجر به شهادت آن حضرت در سال 11 هجری قمری شد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ثمره ازدواج پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه سلام الله علیها، همچنین همسر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و مادر امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما و نیز حضرت زینب و حضرت ام کلثوم سلام الله علیهما می باشند. بر اساس منابع معتبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مقام عصمت کبرا برخوردارند و فضایل و کمالات ایشان همانند فضایل دیگر معصومین علیهم السلام است و برای تولدشان به خاتم پیامبران رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین بشارت داده شد: انا اعطیناک الکوثر، ما برای تو خیر فراوان عطا کردیم. برای درک مقام معنوی و فضایل آن حضرت کافی است که برخی از روایات رسیده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از خاطر بگذرانیم. اولین کسی که داخل بهشت می شود فاطمه است. هر کس فاطمه را راضی کند مرا راضی نموده و هر کس فاطمه را خشمگین کند مرا خشمگین نموده است. فاطمه عزیزترین و محبوبترین مردم برای من است. حسن و حسین بعد از من و پدرشان بهترین اهل زمینند و مادرشان برترین زنان اهل زمین است. اگر تمام خوبی ها به شکل یک شخص مجسم شود، آن شخص فاطمه است و فاطمه از آن هم بالاتر است. دخترم فاطمه از لحاظ اصالت و شرافت و کرامت برترین فرد زمین است. سیدت نساء العالمین به معنای سرور زنان جهان از القاب و فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. این لقب در منابع شیعه و اهل تسنن از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا سلام الله علیها عطا شده است. امام علی علیه السلام نیز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به این لقب خواندند. این لقب در برخی از زیارتنامه ها همچون زیارتنامه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و زیارت عاشورا نیز آمده است. برخی نقل آن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را متواتر شمردند.
اگرچه در برخی منابع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به همراه مریم دختر عمران، آسیه همسر فرعون و خدیجه دختر خویلد سرور زنان عالم خوانده شده اند، اما در روایات آمده که مریم، آسیه و خدیجه برترین زنان عصر خود بودند و فاطمه برترین زنان در تمام اعصار و در دو عالم است. آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی به تازگی در یکی از نشست‌های علمی فرمودند در ادله و روایات استفاده شده که امیرالمؤمنین افضل از بقیه ائمه هستند و بعد از آن حضرت زهرا افضل هستند و پس از ایشان امام حسن افضل هستند و بعد هم امام حسین علیه السلام افضل هستند. معظم الله در ادامه فرمودند همه ائمه علیهم السلام امامت دارند غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها که امامت ندارند اما حجیت دارند و حجت بر مردم هستند. امامت یعنی ریاست بر دین و دنیا و حضرت زهرا سلام الله علیها حجت بر مردم هستند و افضل از فرزندان معصوم و ائمه خود هستند. اما در ادله برای حضرت زهرا سلام الله علیها امامت ذکر نشده و به عنوان حجت بر مردم معرفی شدند. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.